با عرض درود و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، روز پایانی هفته است و اگر اجازه بفرمایید یک گزارش کوتاه فشرده در مورد اوضاع و احوال کلی جهان در طول هفته‌ای که گذشت و تا به امروز خدمت شما عرض کنم. در آخرین روز هفته به طور ناگهانی وزیر امور خارجه آمریکا حرفایی زد که بسیار بعید بود و اصلا انتظار نمی رفت و پیشبینی می شود که اختلافات جدید و تازه‌ای را در جهان سبب شود، خاصه در روابط آمریکا و متحدش اسرائیل. وزیر امور خارجه آمریکا گفتش اگر مسئله صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل به نتیجه نرسد و صلح انجام نپذیرد، داعش توسعه پیدا میکند، داعش به قسمت های دیگر جهان نفوذ پیدا میکند. استدلالش این است که اختلافات بین فلسطینی ها و اسرائیل موجب می شود که داعش بتواند دائم داوطلبان تازه از گوشه و کنار دنیا بگیرد، کسانی که خانه و زندگی و مملکت خود را رها می کنند و می روند تا همراه داعش آدم کشی کنند و یا فعل کنند. این در این قسمت خاورمیانه و حرفهای وزیر امور خارجه آمریکا در خود آمریکا. در ایران ما مرز خسروی بسته شد. مرز خسروی یکی از مهمترین مرزهایی که میان ایران و عراق وجود داشت و طرفین از همین مرز خسروی در هر حال بهره برداری های اقتصادی، نظامی، تبادل کالا میکردند و به طور طبیعی اهالی نزدیک به مرز نیز از این راه امرار معاش میکردند. اما داعش مرز خسروی را بست. داعشی ها توانستند در پیشروی هایی که در عراق کردند تا نزدیک عرض کنم که مرز خسروی بیایند و ناگزیر ایران مرز خسروی را بسته است. وقتی که فکر میکنی که داعش تا پشت مرزهای ایران آمده است و وقتی به تهدیدات داعش فکر میکنید که ما به زودی در تهران عرض کنم سران حکومت را ملاقات خواهیم کرد، به فکر فرو میروید که به طور جدی در منطقه ما چه میگذرد. عرض کرده بودم خدمتتون که حکومت اسلامی با تمام همسایگان خود اختلاف دارد. همسایه‌ای در منطقه نیست که با حکومت اسلامی اختلاف نداشته باشد. آخرین آن که اتفاقا خطر زیادی هم دارد پاکستان است. یکی از سران سپاه، در واقع معاون فرمانده کل سپاه، میگوید ما تحملمان حدی دارد. اینها میآیند از پاکستان و در بلوچستان ایران اقدامات تروریستی انجام میدهند و باز میگردند به پاکستان. به دلیل اینکه طی هفته گذشته تقریبا به طور مرتب هر روز درگیری‌های در بلوچستان بود، به خصوص در مناطقی که نزدیک مرز پاکستان است و عده‌ای از سپاهیان کشته شدند. این تهدید معاون سپاه خیلی معنای ترسناکی را در دل خود دارد، چون اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، این تهدیدات ادامه پیدا کند با شرایطی که آمریکا با پاکستان دارد، با شرایطی که تقریبا بین افغانستان و پاکستان دارد نوعی مصالحه بر سر باقی مانده طالبان به وجود می آید، امکان دارد که بسیاری از این اقدامات متوجه بلوچستان ما شود، بسیاری از این گرفتاری ها در آنجا به وجود آید. بنابراین تعجب انگیز نیست که داعش می آید
تا جایی که ناگزیر میشوند مرز خسروی را ببندند. پایین آمدن قیمت نفت، سقوط قیمت نفت، سقوط پی در پی قیمت نفت این معنا را دارد که آمریکا سرانجام توانست تحریم هایی را که علیه روسیه به وجود آورده است به مرحله ای در آورد که روسیه ناگزیر شود کوتاه بیاید. چرا؟ برای اینکه روسیه از تحریم های آمریکا نمی ترسید، در هراس نبود و علتش این بود که میدانست ناگزیرند از روسیه نفت و گاز بخرند. میدانست که دیر یا زود زمستان فرا می رسد و بخش بزرگی از اروپا نیازمند گاز و نفت روسیه است. اما با شرایطی که پیش آمد، متحدان آمریکا مثل عربستان سعودی قیمت نفت را پایین آورد. حکومت اسلامی ناگزیر برای رقابت با عربستان قیمت نفت را پایین آورد. در چنین شرایطی دیگر برای اروپا و سایر خریداران گوناگون نفت صرف نمی کند که نفت روسیه را به قیمتهای قبلی بخرند. بنابراین روسیه تحت فشار شدید مالی قرار خواهد گرفت و ناگزیر خواهد شد که با آمریکا کنار بیاید. در چه زمینه ایست اساسا؟ اختلافات آنها فقط بر سر بشار اسد است. آمریکا میگوید بشار اسد باید برود و روسیه تاکنون مانع شده است. اما بشار اسد بالاخره خواهد رفت. با به وجود آمدن همین داعش ناگزیر بشار اسد از میان خواهد رفت. حالا اینکه چه نیروی جانشین اسد می شود بحثی است جداگانه که در این مختصر نمی گنجد. آیا یک گروهی مثل داعشی ها قدرت را در دست می گیرند؟ اون مسئله فعلا مطرح نیست. مطرح این است که با رفتن بشار اسد حزب الله لبنان هم از میان خواهد رفت و علاوه بر آن اقدامات حکومت اسلامی، اقدامات فتنه برانگیز حکومت اسلامی که ملت ایران را به خطر انداخته است با این خودخواهیاش در منطقه بسته خواهد شد. اون وقت میتوان با حکومت اسلامی به طور معقول نشست و صحبت کرد و حکومت اسلامی دیگر نمیتواند تهدید کند که چنین و چنان میشود در منطقه، ما باید اسرائیل را از میان برداریم. حرفی که وزیر امور خارجه آمریکا عین آن را تکرار میکند به نحو دیگری، میگوید خامنه ای میگوید تا وقتی که این اسرائیل هست این مسائل حل نمی شود و ما باید اسرائیل را از میان برداریم. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تا این وضعیت هست این مسائل حل نمی شود، ما باید کاری کنیم که بین فلسطین و اسرائیل صلح انجام شود. و مقدمات آن را داریم می بینیم. بعضی از کشورهای اروپایی مشغول به رسمیت شناختن یک دولت فلسطین هستند. این شرایط کلی را که خیلی مختصر و فشرده خدمتتون عرض کردم بگذارید کنار مسائل اتمی. مسائل اتمی که دیروز گفتگوها به پایان رسید، به نظر می رسد که آقای اوباما شدیداً نیازمند به ثمر رسیدن این مذاکرات است، چون انتخابات میان دوره‌ای در پیش است، انتخاباتی که بارها عرض کردم سکوی پرش عرض کنم اجاره کاخ سفید برای سال آینده است. اما از آن طرف آقای خامنه‌ای مانده است که اگر چنین وضعیتی به وجود بیاید و اگر تسلیم شوند با آن همه تهدیداتی که می‌کرد، با آن همه قرشایی که می‌کرد، با این که می گفت آمریکا شیطان بزرگ است، جواب گروه‌های مختلفی را که ظاهراً زیر چتر حکومت اسلامی هستند اما در واقع اختلافات شدید دارند با آقای خامنه‌ای چه بدهد، چه جوابی دارد
اگر اعلام شد که مسائل و مشکلات ما با آمریکا حل شد. پس ملاحظه می‌فرمایید که شرایط جهان هر روز دارد پیچیده‌تر می‌شود، پیچیده‌تر می‌شود. و همون گونه که بارها خدمتتون عرض کردم، مادامی که شرایط کارتل‌های نظامی، کارتل‌های نفتی، کارتل‌های دارویی، کارتل‌های صنایع هوایی ببخشید ایجاد می‌کند، شرایط به همین گونه خواهد بود. مگر اینکه روزی روزگاری ما شاهد باشیم این عرض کنم که نسل سیاستمداران کوتاه قد آمریکایی کنار زده بشود و مجدداً سیاستمداران اهل عمل در کاخ سفید مهار جهان آزاد را در دست بگیرند. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد روز دوشنبه همه شما عزیزان را به ایزد مجلس سپارم. بدرود.